خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میر جهانی رو. مرحوم آقای میر جهانی تو حرم امام حسن عسکری و امام هادی تو سرداب، تو سرداب مقدس نشسته بوده، داشته دعا ندبه میخونده. این قصه برای آیت الله میر جهانی اتفاق. مرحوم آقای میر جهانی مشغول خوندن دعا بوده بعد نماز صبح، صبح جمعه. بعد یه مرتبه میده سرداب روشن شد، یه آقایی وارد شد، ولی گویا نمیخواد بشناسه، نباید بشناسه این آقای عالم حضرت حجت. آقا صاحب از زمان وارد میشه در سرداب. آقای میر جهانی که اگه رفتید مقبره علامه مجلسی کنار قبر او هم برید و میرید، مرحوم آقای میر جهانی میگه مرتبه دیدم سرداب روشن شد، سرداب روشن شد گویا خورشید طلوع کرد، ولی من حواسم نیست. میگه این آقا اومد ایستاد، منم داشتم دعا ندبه رو میخوندم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد النبی و آله و سلم تسلیما کثیرا، الحمدلله داشتم دعا ندبه رو میخوندم، این آقا اومد ایستاد، وقتی تکبیر گفت نماز بخونه احساس کردم در و دیوار داره باش ذکر می، چه نمازی خون. نماز که تمام شد من رسیدم به اینجا، داشتم دعا رو میخونم رسیدم به اینجا، و عرجت به روحی الی السماء. به من فرمود آی آسید من دوسین، آی میر جهانی، گفتم بله آقا. نمیدونم کیه. فرمود جد ما اینطوری نفرم، این غلطه، تصحیحش کن. گفتم جد شما چی فرموده؟ فرمود جد من امام باقر فرموده و عرجت بهی الی السماء، عرجت به روحهی غلطه، بگو عرجت بهی الی السماء. میگه نگاه کنم، گفتم راست میگی سیدی، مولای راست داری میگی، چطور ما تا حالا غفلت کردیم و دقت نداشتیم؟ بله این جمله غلطه. اینم بهتون بگم، دعای ندبه در کتاب مزار ابن مشهدی آمده، در مزار ابن مشهدی همین جوری اومده، عرجت بهی الی السماء. لذا نسخه اولیه دعای ندبه هم عرجت بهی الی السماء، که نه عرجت به روحهی، عرجت بهی الی السماء. پیغمبر رو این به روحهی میشه عقیده اهل تسنن، عرجت به روحهی و جسمهی یا عرجت بهی میشه عقیده شیعه. بعدم میگه اینو گفت و منم دوباره مشغول شدم، گفتم ممنونم سیدی، دعامو شروع کردم خوندن و آقا بلند شد رفت. وقتی از پلار رفت بیرون و بیرون رفت، یه مرتبه دیدم سرداب تاریک شد، یهو به خود اومدم، پریدم رفتم به خادم، گفتم گفت والا کسی وارد نشد، کسی هم خارج نشد، تو اولی زائر سرداب هستی امروز. نه کسی نیومد، کسی هم خارج نشد. برگشتم نشستم شروع کردم گریه کردن که از این نور وجودش بهره‌ای بردم، ولی حیف که نتونستم عرض ادب کنم و او رو بشناسم. راجع به حضرت ولی عصر مطلبی رو عرض میکنم که اگر جن و انس جمع بشن، به این کیفیت استدلال که بنده عرض میکنم نمیتوانن جواب بدن. خالقیل ممکنه بشه، خالقیل در عالم فراوانه، ولی جواب داده بشه. ما سه دسته روایت داریم که این سه دسته روایت مقطوع الصدورن از پیغمبر اکرم. مقطوع الصدور چطور؟ آیه قرآن مجید مقطوع الصدور است، کلام خداوند متعال است بلا کلام، احادیثی که متواترن یا به هر جهت دیگری مقطوع الصدور هستند حکمشون حکم قرآنه. سه دسته حدیث داریم که اینا مقطوع الصدورند از پیغمبر اکرم. یک دسته احادیث اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. خب این حدیث ثقلین مقطوع الصدوره، بی خودم کسی حرف نزنه، یعنی هر کی حرف بزنه خودش خسته کرده، به نتیجه نمیرسه. خدشه در این حدیث، مفاد این حدیث این است که تا وقتی قرآن هست اهل بیت هستند، و این صریح عبارات بزرگان آقایونه که وقتی رسیدیم به اون بحث همه اونها رو خواهم خوند. پس تا وقتی قرآن هست اهل بیت هستند، قرآن تا روز قیامت هست پس اهل بیت هستند. در اینجا اونقدری که از این دسته از روایات استفاده میشه وجود اهل بیت در هر زمانی تا روز قیامت. دسته دوم احادیث من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، یا من بات، بات یعنی شب کرد خوابید، ولیس فی عنقه بیعت امام فمات فمیتته میتته جاهلیه، یا این که اگر کسی از دار دنیا رفت و بیعت امام بر حقی به گردنش نبود فلیمت یهودیان او نصرانیا. در مسند احمد من مات بغیر امام مات میتتن جاهلیه،
در جلد 5 صفحه 61 این چاپی که شماره گذاری شده احادیث مسند احمد شماره 16434 و همچنین در مسند ابو داود طیالسی هست، در صحیح ابن حبان هست، در معجم الکبیر طبرانی هست، در بعض از روایات آمده من مات ولم یعرف امام زمانه فلیمت انشاء یهودیا و انشاء نصرانیا. اینو فخر رازی روایت کرده در کتاب المسائل الخمسون، کتابی از فخر رازی چاپ شده به عنوان المسائل الخمسون و این کتاب هست، ولیکن شماره صفحش اینجا نیامده، حالا جهتش چیه از کلم افتاده. علای حاله من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. خب این در شرح مقاصد تفتازانی در جلد 5 صفحه 239 که از روایاتی است که متفقون علیه بین فریقین. پس یک دسته روایات داریم که در هر زمانی باید امامی باشد که اگر معتقد به اون امام نشیم، بیعت اون امام بر عهده ما نباشد و از دار دنیا برویم، موت ما میده جاهلیت. این یک دسته روایات من مات ولم یعرف امام زمانه. خب این امام زمانه مقید نشده که این امام از اهل بیت، از غیر اهل بیت، امام کیه کجاست. به مقتضای حدیث ثقلین مقید شد به این که ما ان تمسکتم به ما لن تضلوا و انهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. پس امام در هر زمانی از اهل بیت است. جمع بین این دو دسته. دسته سوم الائمه بعدی 12، نه 13 و نه 11، الائمه بعدی 12 از احادیث مقطوع الصدور است که آیون در بیانش هم گیر کردن که چجور تطبیقش کنن این حدیث را بر ائمه خودشون که نمیتونن. یادم هست، البته آدرس در ذهنم نیست، در جلسه مربوط به این موضوع من گفتم که در ذهنم هست، در جایی دیدم که 40 قول دارن راجع به حدیث الائمه بعدی 12 و آخرش ابن الجوزی و ابن حجر و ابن کی و ابن کی، گفتن ما برای این حدیث معنای صحیحی نیافتیم، چون نمیخواد اقرار کنن که ائمه 12 ائمه اهل بیتن. پس در هر زمانی امام هست که اگر معتقد به این امام نباشیم، میته امام میته جاهلیت. این امام از اهل بیت است تا روز قیامت و این ائمه که تا روز قیامت هستند 12 عدد بیشتر نیستند. ولی امام المهدی عجل الله تعالی فرجه هو الامام الثانی عشر من ائمه اهل البيت علیه الصلاة والسلام. این که امام علیه السلام امام زمان از اهل بیتند و این که موجودند، این استدلال کافی است. اگر راه خدشه علمی متینی پیدا کردید، فکر کنید بنویسید به من بدید، یا اگر در جایی دیدید استنساخ کنید، این عبارت را بر من بیارید. این سه تا دسته حدیث در کنار هم و با هم این مدلول رو و مفاد را دارند و مقطوع الصدور هستند هر سه دسته. ما مدعی هستیم که حضرت مهدی قیام جهانی داره. قیام جهانی رو زمیناشو ما باید فراهم کنیم. این است که برای احیای امر حضرت جهانی باید فکر کنیم و جهانی باید تلاش کنیم. یه وقت است میخوان که یه وکیل انتخاب کنن، یه نماینده برای منطقه. خب باید تبلیغات در حد اون منطقه باشه، دیگه زیادتر از اون لازم نیست. اگر یه نماینده برای مجلس در مشهد میخوان تعیین کنن، لازم نیست در اصفهان تبلیغ کنن، چون اینجا محدوده کارش نیست. یه وقت در سطح یه کشور مثل رئیس جمهوره، این تبلیغات تو این کشور مورد داره، دیگه بخوان گستردش کنن در کشورهای دیگه لازم نیست. ما معتقدیم که خدای متعال مأموریت جهانی داده است به حضرت مهدی علیه السلام و زمینش هم ما باید فراهم کنیم. ما مرز برای حکومت حضرت قائل نیستیم. اون بهی یملا الله الارض قسطن و عدلا، تمام کره زمین زیر سیطره حکومت حضرت باید قرار بگیره. بنابراین تبلیغات لازمه.
تبلیغات در حد روستا و استان و شهر و بخش و این حرفا نیست. باید تبلیغات جهانی و گسترده باشه، یعنی ندای ما باید برای زمین سازی برای ظهور به همه جهان برسه. این وظیفه سنگینی است. و امروز یکی از محسناتی که زمان ما داره این است که ما میتونیم ندای خودمون رو با این وسایط ارتباط جمعی که الان در دنیا هست به همه جهان برسونیم. امام عدل قرآن است، کتاب الله و عترتی، حدیثی که هم عامه گفتن و هم شیعه گفته است، حدیث ثقلین. کتاب الله و عترتی، عترت عدل قرآنه، همراه قرآنه، لن یفترقا، از هم جدا نمیشن قرآن و عترت. خب بفرمایید، قرآن تبیان کل شیء است، عدل قرآن یعنی امام علیه السلام هم باید تبیان کل شیء. یعنی چی؟ یعنی قرآن پاسخگوست، قرآن مسائل رو خوب بازگو می کند، همه چیز دارد. عدل قرآن یعنی امام هم باید مسائل رو پاسخگو باشد و همه علوم را و دانشها را داشته باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. در زیارت جامعه کبیره میخوانیم و ایاب الخلق الیکم و فصل الخطاب عندکم و آیات الله لدیکم. رفت آمد مردم باید در نزد اهل بیت علیهم السلام باشه و انشالله رفع گرفتاری ها و مشکلات و مصائب با توسل به حضرات معصومین علیهم السلام صورت بگیره. در کشوری که داریم زندگی میکنیم مشکلات بسیار زیادی از قدیم وجود داشته و توسل به اهل بیت علیهم السلام این مشکلات رو برطرف میکنه. مشکل وبا، مشکل سیل، همه با توسل به حضرات معصومین علیهم السلام برطرف میشه. بزرگان ما فرمودند که در زمانی که بمباران شهرها صورت میگرفت، علمای ما، مراجع ما، بزرگان ما فرموده بودند که با حدیث کسا رفع بلا کنید. حضرت آیت الله عاصر رضای بهادینی فرموده بودند با حدیث کسا رفع بلا کنید از کشور شیعه. توسل به حضرات معصومین علیهم السلام کارگشاست. یکی از راه‌های توسل به حضرات معصومین علیهم السلام حضور در مشاهد مشرف است. رفتن به حرم‌های معصومین علیهم السلام که بلا رو انشالله دور می‌کنه. در زمان میرزای شیرازی معروف، داستان بسیار معروف عزیزان شنیدن که در شهر سامرا وبایی آمد و این وبا به واسطه زیارت عاشورا از شیعیان اهل بیت علیهم السلام دفع شد. اهل سنت هم با توسل به اهل بیت و خواندن زیارت عاشورا وبا ازشون برداشته شد و دفع شد. یکی از راه‌های ارتباط با معصومین علیهم السلام خواندن نمازهایی که منتسب به معصومین علیهم السلامه. مرحوم شیخ عباس امامی در مفاتیح نمازها رو آوردن، از نماز جناب جعفر طیار شروع کردن، نماز آقا رسول خاتم تا نماز وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه. خواندن نماز امام زمان در همه جا خوب و مناسبه. انشالله که خداوند به ما توفیق بده این نمازها رو بخونیم. یکی از نمازهایی که فرمودن خیلی جالبه و انشالله در مشاهد مشرفه، مخصوصا مسجد مقدس جمکران، حرم حضرت معصومه، حرم حضرت رضا سلام الله علیه خوانده بشه، نماز استغاثه به امام زمان سلام الله علیه که خوب نماز معروف صد تا ایاک نعبد و ایاک نستعین و رفع بلا میکنه انشالله. این دفع بلا به واسطه اهل بیت علیهم السلام در روایات ما و در زیارت ما تاکید شده. انشالله که خداوند دفع بلا بفرماید به واسطه وجود زیجود آقامون صاحب الزمان سلام الله علیه از مملکت شیعه و انشالله که در دنیا و آخرت دست ما از دامن اهل بیت علیهم السلام کم و کوتاه نشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حدیث از لسان مقدس امام صادق سلام الله علیه فرمود: من سره ان یکون من انصار القائم فلینتظر ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق. کسی که شادمان می شود، دوست داره، خوشحال میشه از یاران وجود مقدس امام زمان باشد، سه تا کار باید انجام بده. اول انتظار است، منتظر امام زمان باشیم. این انتظار باید در تمام اعمال و رفتار و گفتار روزانه
ما هویدا باشه. هر کسی ما رو میبینه بداند که ما منتظریم. روایت های بسیار بسیار زیاد در فضل و ثواب این انتظار، کسی که منتظر وجود مقدس امام زمان است. بعضی از روایت ها میفرماید که او بهترین اعمال را انجام داده. بعضی از روایت ها میفرماید همچنین شخصیتی مانند کسی است که در خیمگاه وجود مقدس حجت ابن الحسن آماده است برای خدمت به وجود مقدس امام زمان. این بزرگترین مطلبی رو که باید در زندگانی ما خودنمایی کند انتظار است. هر کسی ما رو ببینه بداند که ما منتظر وجود مقدس امام زمان هست. دومین عملی رو که امام صادق می‌فرمایند ورع داشته باش. در معنای ورع علما می‌فرمایند الاجتناب عما اکره الله، اجتناب و دوری نه از گناه، اون تقواست که انسانی از گناه دوری کند. مرحله بالا و بلندی است. کسی که مرتکب گناه و معصیت نشود متقی است. اما امام صادق می‌فرماید منتظرین امام زمان اهل ورع هستند، از اون عملی که مکروه است خودداری می‌کنند، مرتکب مکروهات رو هم نمی‌شوند، نه تنها گناه نمی‌کنه مکروه رو هم انجام نمی‌دهد. سومین محاسن اخلاق است. منتظر امام زمان خوشروست، خوش اخلاق است. این سه تا علامت علامت کسانی است که منتظرانی هستند که دوست دارند در رکاب امام زمانشون خدمتگزار باشند. کسانی که عهدی بستند با وجود مقدس امام زمان که خدمتگزار او باشند و برای وجود مقدس او و به خاطر وجود نازنین او بندگی خدا را انجام بدن. جوانی است، قصه بسیار زیبایی داره. یکی از علما می‌فرماید اهل سفر در زمان سابق بودم، آدم خوش همسفری نبودم. معمولا توی وسیله‌های نقلیه عمومی اتوبوس که می‌نشستم کسی کنار من می‌نشست، هم زبان من نبود، هم سخن من نبود، من اذیت می‌شدم. ایشون می‌فرماید خواستم سوار اتوبوس بشم، گفتم خدایا امروز یک کسی کنار ما بشینه، همسفر خوبی برای ما باشه. یه نشستم، صندلی کنار من دم یک جوانی آمد، ظاهرش ظاهر دینی و اسلامی نبود. یه تو دلم می‌خورد قُر زدم، ما که دعا کردیم یه آدم خوب کنار ما بشینه. حرف و صحبتی هم با هم نداشتیم، چی بگم؟ چیزی نمی‌گفتیم. میگه دمدمای ظهر بود، یه نگاهی به ساعتش کرد، از جاش بلند شد، گفت آقای نگه دار میخوام نماز بخونم. راننده یه نگاهی کرد، این قیافه این تیپ خیلی به نماز نمیخوره. گفت میریم جلوتر نگه میداریم، مسجدی هم باشه. گفت نه همین الان باید نگه داری. از آن گفتن اصرار رو که دید راننده مجبور شد نگه داشت. میگه من خوشحال شدم، به بهانه این ما هم نماز اول وقتمون رو خوندیم، آمدیم بالا نشستیم. گفتم جوون به قیافت نمیخوره، انقدر ملتزم باشی. گفت عهدی با امام زمانم بستم، به خاطر اون عهدم التزام دارم. میفرمود که من دانشجو بودم خارج از کشور، برای یک امتحانی سفری داشتم، در طی مسیر و راه وسیله و ماشینم خراب شد. یه فکری کردم، گفتم اگر امروز به امتحانم نرسم ثمره و نتیجه زحماتم به هدر خواهد رفت. یه توجهی پیدا کردم به امام زمان، گفتم آقا جون من عهد می‌بندم اگر تونستم امروز به این امتحان برسم خدمتگزار شما باشم، عهد می‌بندم نماز اول وقتم ترک نشه. یه نگاهی به من کرد، گفت از اون روز که به مدد و یمن قدوم امام زمان مشکل من حل شد تا الان که در خدمت شما هستم نماز اول وقتم ترک نشده. رفقا بیایید با امام زمانمون عهد ببندیم که بنده خوبی برای خدا باشیم. امام زمان بنده های خوب خدا رو خیلی دوست داره. اللهم عجل لولیک الفرج. یکی از احادیثی که از وجود مقدس آقا رسول مکرم اسلام برای ما روایت شده و جالب اینجاست تمام دانشمندان حدیث از امت اسلامی حتی غیر شیعیان آن را روایت کرده اند، حدیث من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه می باشد. هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد او به مرگ جاهلیت مرده است. خلاصه این حدیث و پیام این حدیث این است ما نسبت به شناخت و معرفت امام زمانمان اهمیت ویژه‌ای داشته باشیم. پیامبر مکرم اسلام هم می‌فرماید امام زمانهی، می‌خواهند مشخص کنند
هر زمانی امامی به خصوص خودش دارد. نمی فرمایند امام زمان به نحو مطلق، نمی فرمایند امام به نحو مطلق که به همه امامان تفسیر شود یا به قرآن کریم تفسیر شود، بلکه می فرمایند امام زمانهی. قرآن امام است برای همه زمانها، امامان معصومین امام هستند در همه ازمنه، اما در هر زمانی امامی به خصوص در آن زمان امام حیی وجود دارد. اولا امام زمان وجود دارد، این نکته اول حدیث، و ثانیاً باید این امام را بشناسیم. اگر این امام را شناختیم و معرفت پیدا کردیم، اسلام ما اسلام حقیقی و اسلام کامل می شود. وجود مقدس رسول مکرم اسلام آنچنان این معرفت و شناخت امام زمان را دارای اهمیت می دانند که می فرمایند اگر کسی بدون این شناخت و بدون این معرفت از دنیا رفت، نمی توان او را مسلمان شناخت و مسلمان به شمار آورد، بلکه او به مرگ جاهلی قبل از اسلام از دنیا رفته. لذا باید همه مسلمانان، همه پیروان نبی مکرم اسلام، همت ویژه‌ای در شناخت وجود مقدس امام زمان ما حضرت حجت ابن الحسن المهدی، امام عصر، امام حی حاضر داشته باشند. شناخت او به ما راه و رسم زندگی را نشان می دهد. نه فقط شناختی که بدانیم نامش چیست، فرزند کیست، شناخت آنچنانی که بدانیم او چه کاره است از طرف خداوند متعال، او چه قدرتی در اختیار دارد، از طرف خداوند متعال چه اختیاراتی به دست وجود مقدس امام زمان قرار داده شده است. راه معرفت و شناخت امام زمان هم در آیات و روایات برای ما قرار داده شده. بهترین راهی که در اختیار همه ما هست، کتاب مفاتیح الجنان مرحوم محدث قمی در منازل همه ما هست، زیاراتی که نسبت به امام زمان هست، ادعیه‌ای که نسبت به امام زمان هست، تمام فرازها را تدبر داشته باشیم. وقتی نگاه می کنیم نسبت به امام زمان چه خطابهایی را، چه القابی را خطاب می کنیم، اینها تمام کد معرفتی نسبت به امام زمان روحی له الفداء می باشد. وقتی به امام زمان خطاب می کنیم این السبب المتصل بین الارض و السما در دعای ندبه، که دعای ندبه خودش یکی از اسناد معرفتی امام زمان است. در دعای ندبه اگر با دقت خوانده شود، انسان به معرفت امام زمان راه پیدا می کند. وقتی می خوانیم این السبب المتصل، متوجه می شویم امام زمان ما را به خالق می رساند. رابطه میان مخلوق و خالق وجود مقدس امام زمان است. انشاءالله همه ما بتوانیم امام زمانمون را بهتر و بیش از پیش معرفت و شناخت کامل پیدا کنیم انشاءالله. بحثی پیرامون معرفت حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا محضر شما داریم. چه باید کرد و چگونه باید شناخت حضرت رو؟ این دغدغه مربوط به امروز و دوران ما نیست، حتی در دوران امام صادق علیه السلام این دغدغه رو داشتن. وقتی خدمت امام صادق علیه السلام رسیدن، بعضی از اصحاب مانند زراره دیدن حضرت دارن بیتابی میکنن، شرایط آخر الزمان رو شرایط سختی دارن تصویر میکنن که در اون شرایط لغزش‌های فراوانی اتفاق میفته، آزمایش‌های فراوانی اتفاق میفته. شخصی مانند زراره سوال میکنه، یبن رسول الله لو ادرکت هاز از زمان، اگر من این زمان رو درک کردم چه باید بکنم؟ وظیفه من چیست؟ حضرت فرمودن اگر درک کردی آخر الزمان رو، فعدم به هاز دعا، بعد از هر نمازی، نماز واجبی،
این دعا رو بخون، استدامه نسبت به این دعا داشته باش. دعا چی هست؟ دعا معروف به دعای معرفت است. دعای معرفت هم در اواخر مفاتیح الجنان آمده، هم در کتاب کمال الدین شیخ صدوق آمده. دعا چی هست؟ حضرت فرمودن این دعا رو بخون: اللهم عرفنی نفسک فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. حضرت فرمودن در آخر الزمان این دعا باید زیاد خوانده بشه. بله دعاست، کلماتی است، اما آیا صرفا این کلمات است که ما رو قرار است از بلایا و شرور آخر الزمان حفظ بکند؟ قطعا تنها و تنها کلمات نیست، کلمات اثرگذاره، اما همه مطلب نیست. این دعا علاوه بر ظاهر باطنی دارد. چه باطنی دارد؟ حضرت فرمودند اللهم عرفنی نفسک، خدایا خودت رو به من بشناسون، که اگر به من نشناسوندی خودت رو فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک، من پیامبرت رو نمیشناسم. پس مرحله اول خداشناسی، خدایا پیغمبرت رو به من بشناسون، اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، اگر من پیامبرت رو نشناختم حجت تو رو نخواهم شناخت. مرحله دوم پیامبر شناسی، اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، اگر من پیامبرت رو نشناسم امام رو نخواهم شناخت و اگر امام رو نشناسم از دینم گمراه میشم. بنابراین برای شرایط سخت آخر الزمان، ابتلاعاتی که میبینیم در دوران خودمون این مقدار دشوار شده است، حفظ ایمان، حفظ عقیده، عمل کردن به باورهای دینی و اعتقادی، حضرت فرمودند برای اون دوران سخت شما باید یک زنجیره ای رو به همراه داشته باشید. خداشناسی عرفنی نفسک، پیامبرشناسی عرفنی رسولک و امامشناسی عرفنی حجتک. باید این شناخت حاصل بشه. اگر این شناخت حاصل شد حتما خدا به ما نظر خواهد کرد و ما حفظ خواهیم شد. رضا این دعا رو ما باید در شرایط سخت آخرالزمان دائما بخوانیم. دستوری که امام صادق علیه السلام به خواص از اصحاب خودشون دادن. خب عرض کردیم دعا علاوه بر ظاهر باطن هم داره. باید مرحله دوم تلاش در راه معرفت، یعنی تمام اتفاقات آخر الزمان، بلایا و شرور آخر الزمان، همه متمرکز بر همین مسئله و همین نکته است. چی؟ معرفت. یعنی شبهات اساساً بر اساس اعتقاد است، روی عقیده متمرکز هست. آن چیزی که موجب لغزش می شود سستی در عقیده و اعتقادات است که باید برای تقویت اون تلاش بکنیم. و خدا رو قسم می دهیم به ولی خودش حضرت ولی از ارواحنا له الفدا که به ما توفیق شناخت خودشون و تمسک به ایشان به عنوان یکی از ثقل‌هایی که ثقلینی که پیامبر برای ما به جای گذاشته اند عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله. در صلوات شعبانیه‌ای که از وجود مقدس آقا امام سجاد زین العابدین علیه السلام روایت شده که هم در ظهرهای ماه شعبان و هم شب نیمه شعبان خوانده می شود، یکی از فرازها حضرات معصومین علیهم سلام الله اجمعین را توصیف می کنیم: الکهف الحسین، یعنی پناهگاه تمام پناهجویان، آن هم پناهگاه محکم، و غیاث المضطر المستکین، فریادرس بیچارگان. وجود مقدس امام زمان، وارث تمام خصوصیات ائمه معصومین، پیامبر و اهل بیت مکرم است، خودش هم یکی از حضرات اهل بیت است. آقا امام زمان از آنجا که اساره نبوت و امامت می باشد، تمام این خصوصیات در وجودش ظهور پیدا می کند. لذا بهترین استغاثه است که به دامن وجود مقدس امام زمان استغاثه پیدا کنیم، به محضر مقدسش پناه ببریم، از همه مشکلات و همه گرفتاری ها نسبت به ساحت مقدس امام زمان استغاثه ای داشته باشیم، پناهنده شویم. وجود مقدس امام زمان ما را به خدا پناه می دهد، همچنانی که مادرش صدیقه طاهره
در حدیث کسا خواندیم و میخوانیم پدرش رسول الله را به خدا پناه داد، امام زمان هم فرزند این مادر است، ما را به خدا پناه میدهد. تمام عزیزانی که در این ایام نگرانی دارند، تشویش خاطر دارند، مشکلات متعدد، بیماری ها، گرفتاری ها، مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی، مشکلات روحی، گرفتاری های متعدد در تمام دنیا، فعلا گرفتاری امروز زیاد شده است. همه بهترین راه نجات وجود مقدس امام زمان است. استغاثه پیدا کنیم، همه استغاثه دست جمعی داشته باشیم انشاءالله تا قبل از ماه مبارک رمضان و قبل از شبهای قدر انشاءالله امام زمان به فریاد ما برسد و شبهای قدر را با خیال راحت اعمالمان به جا آورده شود انشاءالله. المستغاث بک یا صاحب الزمان.